مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب براتی. با وجود مخالفت‌های مجارستان با این کمک در نهایت اتحادیه اروپا موفق به تصویب اون شد. چه چیزی سبب تغییر تصمیم مجارستان شد؟ شاید دو یا سه علت داشته. علت اول این بود که از 27 کشورهای عضو اتحادیه اروپا 26 کشور تهدید کرده بودند که اگر مجارستان توافق نکنه، موافقت نکنه با پرداخت این قرضه 50 میلیاردی یا کمک 50 میلیاردی، اون 26 کشور دیگر خارج از متن اتحادیه اروپا با توافق دو جانبه میان این کشورها این کمک رو انجام خواهد داد و مجارستان تنها کشوری خواهد بود که مخالف کمک به اوکراین هست. خب این بسیار سخت بود پذیرفتن این مسئله برای مجارستان به لحاظ وجه سیاسی. دوم این که مجارستان همیشه خواسته بود کمک ها هر سال بازبینی بشن، یعنی همین 50 میلیاردی که در نظر هست یک بار دوباره پرداخت نشه، بلکه هر سال جدید تصمیم گرفته بشه که آیا لازم هست و یا این به درد پیشبرد کار جنگ و یا صلح میخوره یا نه. تا با هم مخالفت کرده بودن، الان در این زمینه یک گامی به سوی مجارستان برداشتن، گفتن بله چون این کمک برای 4 ساله، بعد از 2 سال قبول کردن که اتحادیه اروپا بازبینی کنه اثرات این کمک رو. علت سوم هم این بود که سیاستگزار آقای بورل، مسئول سیاستگزاری اتحادیه اروپا، در نشست غیر رسمی وزرای دفاع اتحادیه اروپا اعلان کرده بود که ما همکنون 21 میلیارد کمک مالی به اوکراین همین امسال پرداخت خواهیم کرد. یعنی باز هم مجارستان در مقابل کار انجام شده ای قرار می گرفت که باید مخالفت بکنه و این بسیار سنگین بود. تنها ماندن در اتحادیه اروپا به عنوان تنها کشور بسیار سخت بود. تا به حال در بعضی اوقات لهستان هم همراهی می کرد اینجا و اونجا با مجارستان سر مسائل مختلف، نه بر سر اوکراین، ولی در این مورد مجارستان تنها مونده و مجبور شده یک توافقش رو اعلام کنه. به پیشرفت جنگ یا صلح اشاره کردن اینجا رو به براتی، تصویب چنین کمک قادر به تغییر معادلات جنگ میشه؟ نه، ببینید از 2 ماه قبل فرمانده کل قوای اوکراین، فرمانده نیروهای به اصطلاح جنگی اوکراین هشدار داده بود که این جنگ فرسایشی خندقی از این طریق اوکراین قادر نخواهد بود پیشروی کنه. احتیاج به این دارن که نیروهای حفاظتی، جنگنده ها، جت های جنگی از هوا حفاظت بکنن نیروهای زمینی رو که اینا بتونن از خندقها بیرون بیان و جلو برن. دوم این که احتیاج به موشک هایی دارن که لااقل بتونن به کریمه، به شبه جزیره کریمه، اونجایی که نیروهای یا خزانه اصلی تسلیحات روسیه هست، به اونجا دسترسی داشته باشن و بتونن صدمات وارده خیلی محکمی به روسیه وارد بکنن. این مسئله، این دو خواست بود. الان کشورهای اتحادیه اروپا قول داده بودن به اوکراین که در ماه مارس، یعنی بوده 1.5 تا 2 ماه آینده، 1 میلیون توپ توپخانه به اوکراین بدن. الان اعلان کردن که قادر هستن چیزی بیشتر از 500 هزار چیز در بوده 630 هزار گلوله در ماه آینده خواهند داد و بقیه رو امیدوارن تا پایان سال بتونن بدن. یعنی کمبودهای تسلیحاتی هم وجود داره در اینجا، ولی مسئله اصلی همون یکی مسئله موشکهاییست که آلمان هنوز حاضر نیست موشکها رو در اختیار اوکراین بذاره. دوم، جنگنده ها به تعداد لازم در اختیار اوکراینیست و اینها همه مخارج زیادی است که خب کشورهای اروپایی و آمریکا در کنار کمک‌های مالی برای بودجه عادی سالیانه و ماهیانه اوکراین، خب کمک‌های نظامی هم در ابعاد بسیار گسترده‌ای انجام دادن. در همین 2 سال گذشته 28 میلیارد دلار اروپایی‌ها کمک نظامی کردن، الان هم 50 میلیارد برای 4 سال باید. ممنون از شما مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل که از برلین با ما بودین.